مقامات غنا از مساجد این کشور خواستند به جای بخش ازان از بلندگوها از افزار واتساب استفاده کنند. مقامات غنا در راستای آنچه جلوگیری از صدمات آلودگی صوتی خوانده از مساجد درخواست کردند به جای استفاده از بلنگو برای ازان گفتن از واتساب استفاده کنند. ترافیک شدید، پخش موسیقی با صدای بلند، حضور دستفروشان و هزاران نفر که برای کسب و کار خود روزانه در محیط های عمومی آلودگی صوتی تولید می کنند باعث شده اکثر خیابان های شهرهای بزرگ آفریقا پر سر و صدا باشند اما مقامات غنا به جای آنکه به فکر چاره‌ای برای کاهش این نوع آلودگی های صوتی باشند قصد دارند محدودیت علیه مساجد و کلیساها اعمال کنند وزیر محیط زیست غنا در این باره گفت چرا وقتی زمان نماز فرامی رسد امام جماعت نتواند با فرستادن متنی از طریق واتساپ نمازگزاران را مطلع کند ممکن است این اقدام بحث برانگیز باشد اما به کاهش آلودگی کمک خواهد کرد اما قبول این مسئله برای مسلمانان غنا دشوار است 16 4 2018 امامان جماعت مساجد اعلام کردند که کم شدن صدای از آن را میپذیرند اما یکی از آنها گفته که فرستادن متن از آن از طریق واتساپ به جای از آن گفتن پیامدهای اقتصادی نیز در بر دارد و این در حالی است که آنان هیچ پولی دریافت نمی کنند. یکی از مسلمانان نیز به خبرنگاران گفته فکر نمی کند پخ شدن صدای از آن صبح ایرادی داشته باشد زیرا کلیساها هم برای اعلام مراسم عبادت از بلنگو استفاده می کنند و آنها هم به هنگام طلوع آفتاب به دعا و نیایش میپردازند.